سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. پرویز صیاد متولد 1 فروردین 1318 در لاهیجان، فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه تهران است. او کار هنری رو از سال 1336 با چاپ شعر و داستان کوتاه آغاز و سال 1337 به نمایشنامه‌نویسی هم مشغول شد. او سینمای حرفه‌ای رو از سال 1338 با فیلم میمیرم برای پول به عنوان نویسنده تجربه کرد. او در نقش صمد بسیار معروف شد و فیلم‌های طنز انتقادی اجتماعی و بعضاً سیاسی رو در این نقش بازی کرد. همچنین برای چند فیلم شعر، تدوین، نوازندگی، مشاور فیلمنامه و طراحی چهره پردازی را انجام داد. او چندین کتاب را هم به انتشار رسونده. در سال 1358 در پی مهاجرت به اروپا نخستین فیلم خودش را بعد از انقلاب با نام فرستاده به همراه رضا آریا تهیه کنندگی کرد. سپس به آمریکا مهاجرت کرد و در اونجا فعالیت خودش را در تئاتر و تلویزیون ادامه داد. پرویز صیاد فعالیت خودش رو از 18 سالگی در سال 1336 با چاپ شعر و داستان کوتاه آغاز کرد. اما میگوید کسی سفارش شعر یا قصه کوتاه به من نمیداد. در مقابل شعر و قصه نویسی، گروه‌های نمایشی برای نمایشنامه تقاضا زیاد می‌دادند. برای همین رو به نوشتن نمایشنامه آوردم. همین شد که همکاری خود رو با اداره هنرهای دراماتیک برای تئاترهای تک پرده‌ای کانال خصوصی شبکه 3 شروع کردم. پرویز صیاد با شخصیت صمد یا صمد آقا بسیار خوش درخشید و معروف و ماندگار شد. صمد آقا شخصیتی سینمایی است که توسط پرویز صیاد اجرا شد. او در سال 46 تا 49 نویسنده سریال سرکار و سوار بود که یک نقش گذرا به نام صمد را هم بازی کرد. همین نقش کوتاه مورد استقبال عجیبی قرار گرفت و باعث شد یک سال بعد اولین سریال صمد و قالیچه حضرت سلیمان به کارگردانی و بازیگری پرویز صیاد در تلویزیون پخش شود. او با این سریال در نقش صمد به شهرت عجیبی رسید. محبوبیت صمد 9 فیلم سینمایی را به دنبال داشت که آخرینش صمد گور به گور می شود نام داشت که به راستی هم گور به گور شد. این آخرین مجموعه مصادف با انقلاب شد. پرویز صیاد با یکی از آشناهای خود به نام پروین ازدواج کرده و صاحب 2 دختر به نامهای مریم و بنفشه می باشد که همگی در آمریکا اقامت دارند. او مدتی قبل از انقلاب برای آماده سازی فیلم جدید خود در لندن بود که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و او مجبور شد برای همیشه ماندگار شود. بعد از لندن او به آمریکا مهاجرت کرد. پرویز صیاد در کارنامه خودش 17 فیلمنامه، 13 کارگردانی فیلم سینمایی و بازی در 33 فیلم سینمایی به غیر از کارهای دیگر مانند کافشو برای تلویزیون، بازی در سریال دایجان ناپلئون و بازی در بیش از 20 نمایش تئاتر که البته همگی اونها طنز نبودن رو داره. برای مثال فیلم فرستاده محصول سال 1983 که حدوداً 5 سال بعد از انقلاب در آمریکا ساخته شد و اولین فیلم بلند پرویز صیاد بعد از مهاجرتش به حساب میاد که برنده جایزه یوزپلنگ برنز از جشنواره فیلم لوکارنو شد. ایده فیلم فرستاده مربوط میشه به اتفاقی واقعی از ترور علی اکبر طباطبایی که فردی وابسته به سفارت ایران در آمریکا در قبل از انقلاب بود که در سال 59 توسط یک مأمور وابسته به جمهوری اسلامی به نام داوود صلاح الدین در آمریکا کشته میشود. پرویز صیاد اصولاً یک بازیگر سیاسی و شخصی سیاسی است و حتی در فیلم‌ها و فیلمنامه‌های او این رگ تند و تیز سیاسی دیده می‌شود. پرویز صیاد با الهام از فاجعه آتش‌سوزی سینمارکس آبادان، نمایشی به نام محاکمه سینمارکس ساخته و کارگردانی کرده. در رابطه با این نمایش لازم به توضیح است که فردی که در ابتدای نمایش با مسعود کیمیایی با بازی پرویز صیاد درباره کارهایش از جمله گوزها و سفر سنگ که در سینمارکس هم اکران شده بود گفتگو می کند، حسین تکبه‌علی‌زاده است. فردی که بعدها به عنوان متهم اصلی در آتش زدن سینمارکس اعدام شد.
پرویز صیاد محاکمه سینما رکس رو خیلی زودتر از افشاگری رسانه ها ساخت. او در این باره گفته وقتی سینما رکس آتش گرفت من در مونیخ بودم و از طریق یکی از دوستان در جریان آتش سوزی قرار گرفتم. به عنوان عضوی از خانواده سینما این واقعه روی من خیلی تأثیر گذاشت. به خصوص از این نظر خیلی برآشفته شدم که کسانی که خبر رو به من دادن با اطمینان گفتن که کار ساواک و شاه هست. من از اونها پرسیدم از کجا اطمینان دارین که کار ساواک هست؟ روزنامه ها اینطور نوشتن؟ دوستان گفتن نه ولی ما باید بگوییم اینطوری شده. این قضاوت باعث شد که از روز اول نسبت به این اتفاق که رویش سرپوش گذاشتند و آن را بهانه‌ای برای رسیدن به مقاصد سیاسی خودشان می‌دانستند تردید کنم. تا اینکه 2 سال بعد در زمانی که دادگاه متهمان پرونده سینما رکس در ایران برپا بود، جزوه‌ای از یکی از شاهدان عینی واقعه با نام مستعار در لس آنجلس منتشر شد. با خواندن آن از چند و چون ماوقع با خبر شدم و از اونجا بود که تصمیم گرفتم آن را به صورت یک نمایش در بیاورم. ولی به آن جزوه اکتفا نکردم و با مراجعه به کتابخانه کنگره، نشریات آن روزها و همزمان با محاکمه مطالعه کردم و با بازماندگان قربانیان و مسئولین وقت شهربانی و غیره آبادان در لس آنجلس تماس گرفتم و از هر کجا که میشد در این باره اطلاعاتی به دست آوردم. ماحصل این گفتگوها تنظیم و اجرای نمایشنامه‌ای بود که بعدها به صورت ویدئو منتشر شد. یکی دیگه از کارهای پرویز صیاد که بعد از انقلاب ساخته شد فیلم چک پوینت بود که به فارسی سر حد ترجمه شده. این فیلم که 7 سال بعد از انقلاب ساخته شد به یکی از پیامدهای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران مربوط است که طبق فرمان ویژه کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا ورود ایرانیان به آمریکا ممنوع شده بود. او در این باره میگوید هر دو موردی که به لغو ویزای ایرانیان از سوی دولت آمریکا منجر شد، چه در زمان گروگانگیری و چه امروز، عکس العمل دولت آمریکا بود نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی، ولی دودش به چشم مردم میرود چون مقامات دولت به هر حال راههایی برای سفر به آمریکا دارند، مثل سفر با پاسپورت دیپلماتیک یا پاسپورت قلابی، اما مردم عادی تاوان این تصمیم گیری ها را می دهند. حدود 15 سال پیش یک نمایش روی صحنه رفت به اسم پرویز صیاد و صمدش. یک کار روانشناختی موفق از این نظر که توانست یک موضوع کاملا درونی و شخصی هنرمند و روابط هنرمند با نقش را طوری نشان بدهد که فاصله ها و اشتراکات این دو برای بیننده قابل درک باشد. لازم به ذکر است که تمامی مطالب گفته شده در این ویدیو نقل قول بوده و کانال بیوگرافی فارسی هیچ گونه جهتگیری نسبت به مطالب فوق الذکر ندارد و تنها راوی بوده. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد بدرود.